گفتم چرا در دوران مهاجرتش اینقدر متحدینش تنها گذاشتنش. به همین خاطر برای من واقعا شگفت‌انگیزه که این تصمیم رو گرفتن و گمان من این است که اونطور که فرمودید عده‌ای سمپاشی کردن، کما اینکه کماکان هم سمپاشی میکنن. کماکان هم میدونید کتاب رو نخونده اظهار نظر میکنن، کتاب رو نخونده شایعه میپراکنن، کتاب رو نخونده نقد مینویسن. کتاب قبل از اینکه در بیاد، یک سال قبل از اینکه در بیاد، در همین شهر شما یکی از این کسانی که مدعی روزنامه نگاری است، من شنیدم. ببخشید من همشهری شما هستم. شما بله. ولی در اینجا کسی، من واقعا خود مطلب رو ندیدم ولی دوستان برام تعریف کردن و اون قسمتش رو بریدن که تقریبا دو سال قبل از کتاب بود که این کتاب رو باید تحریم بکنیم. شما چطور کتابی که در نیومده تحریم میکنید؟ یه نفر دیگه نقد بر کتاب نوشت قبل از اینکه در بیاد، یعنی حدود 30 صفحه نقد نوشت. نمیخوام اسم اون شخص رو ببرم برای اینکه واقعا من دوست ندارم این چیزا رو کنم، ولی این نوع سمپاشی هایی که میگید به نظر من تتمه بدترین جنبه های اون دورانه و به گمان من جامعه ایران هم در داخل هم در خارج، کلیت جامعه این مرحله رو کاملا ازش برگذشته. اینجور سمپاشی ها، اینجور حرف ها، اینجور زخم زبون ها، اینا کاری نیست. مردم قضاوت رو بر اساس کار میکنند. این پختگی رو پیدا کردن. یه زمانی بود که حزب توده مثلا میتونست ترور شخصیت بکنه، خلیل ملکی رو چنان برش زندگی رو تیره بکنه که کسی حتی نره سراغش کارش رو بخونه. واقعا آل احمد شد از مثبت در این جنبه های زندگیشون که یار وفادار اون مون و حفاظتش کرد، ولی اون نوع ترور شخصیت، اون نوع شایع پراکنی که حتی در آستان انقلاب مثلا علی دکتر مصطفی رحیمی کردن دیگه، واقعا بلایی که اینها بر سر مصطفی رحیمی آوردن صرفا به لحاظ اینکه انتقاد کرده بود از فکرش، این نوع شگرد ها دیگه کارایی نداره. کما اینکه خود رژیم هم، این رژیم هم که در این شگرد راه و رسم استالینیزم رو دیگه به اوج رسنده بود، برنامه های نمیدونم هویت و این خزعبلاتی که در کیهان می نوشتن، اینا هم دیگه ول کردن. من که می دونن کارآمد نیست، مردم وقتی به اینها نمی گذارن، مردم کار رو می سنجن و این بلوغ فکری رو پیدا کردن که خودشون قضاوت بکنن. همونطور که ولی فقیه در سیاست نمیخوان، ولی فقیه در فکر هم نمیخوام، خودشون قادر و قابل هستن که یک کتاب رو، یک اثر رو، یک شخص رو، یک برنامه تلویزیونی رو ببینن و قضاوت کامل در موردش. جناب دکتر میلان، سوالی در فاصله آگهی بازرگانی پخش شد، یکی از دوستان روی خط تلفن از من کرد، گفت یک روز محمد رضا شاه پهلوی رفت به تخت جمشید، رفت به پاسارگاد و گفت کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم. آیا روزی به نظر شما خواهد رسید که مردم ایران در مجموع ارزیابی از کاراکتر پادشاه در گذشته ایران به این نتیجه برسند که او رو باید از مصر به ایران منتقل کنند و در واقع شأن و احترام خاصی براش قائل باشند یا نه؟ یک. دو، چون من عادت ندارم فقط یه سوال رو بکنم، سوال دوم رو خدمتتون میکنم. این دوست میپرسید که به زعم شما با توجه به مجموعه شخصیت هایی که اکنون در صحنه مبارزه سیاسی هستند و کاراکتر و شخصیت ویژه رضا پهلوی، آیا بازگشت سلطنت، بازگشت پادشاهی پارلمانی به ایران میتونه شانسی داشته باشه یا خیر؟ من فکر میکنم
در قسمت جواب سوال اولتون، من فکر میکنم زمان دوست شاهه. بعضی سلاطین شخصیت ها هستن که زمان دوستشون نیست و هرچه زمان بگذره، برخی نویسندگان هستن، شعرها هستن که هرچه زمان بیشتر میگذره سکه رونقشون بیشتر از ارزش میفته. من فکر میکنم شاه زمان متحدشه، یعنی وقتی بیشتر بگذره و این زخم هایی که الان هست التیام پیدا بکنه، نسل های آینده وقتی که بسنجن خواهند گفت که ضعف های بسیار جدی داشت، اشتباهات بسیار مهمی کرد، مهمترین اشتباهش این بود که سیاستاش به انقلاب اسلامی انجامید، واقعیت اینه. ولی در این حال به گمان من به این نتیجه هم خواهند رسید که ایران رو بسیار دوست می داشت، ایرانی سربلند و متجدد می خواست و برای این ایران سربلند و متجدد تلاش بسیار جدی کرد و تونست یک عده بسیار ورزیده ای رو دوربر خودش جمع بکنه برای اینکه این کار رو انجام بدن. شما وقتی به برخی از وزرای دوربر شاه در چند سال آخر نگاه میکنید، واقعا اینا هر کدومشون تو رشته خودشون آدم های برجسته بودن. خدا داد فرمان فرمایان بگیرید تا جمشید آموزگار، مهدی سمیعی، اسامی واقعا خیلی زیاد، خیلی زیاد آدمایی که و بعد آدمایی که اومدن در خارج ثروت های بسیار بیشتری از ثروتی که در ایران ساختن. خیامی در اینجا ثروت خیلی بیشتری ساخت از اونچه که در ایران قابلیت های اینا رو نشون داد. لاجوردی ها اینجا خیلی موفق تر بودن، خسرو شاهی ها اصلا شگفت انگیز میزان موفقیت خسرو شاهی ها در خارج. خب اینا همه بخشی از اون رژیم بودن دیگه و ایران آباد با یک طبقه تکنوکرات درجه یک شاید کم نظیر در جهان سوم رو تحویل آقایون دادن 30 سال پیش. اولا 3 میلیون از این برجسته‌ترین اینها رو ناچار به ترک وطن کردن، 10,000 نفرشون رو کشتن، اموالشون رو مصادره کردن. یک دونه از اون شرکت هایی که اینها ساخته بودن و داشت پول می ساخت و صنعت پیشاور اون زمان بود، الان اصلا سود نمیده، همشون از قبل دولت دارن میخورن. در مورد قسمت دوم سوالتون که به نظر من دشوارتره، من فکر کنم اگر از لحاظ تاریخی به قضیه نگاه کنیم نه از لحاظ سیاسی، نظام سلطنتی از 1840 در ایران با بحران روبرو شد. این از زمان آمدن ناصرالدین شاه. شما میبینید که تنها یک پادشاه در ایران و در سلطنت، در تخت سلطنت فوت کرد و اون مظفرالدین شاه بود که قانون مشروطیت رو امضا کرد و پذیرفت که بخش اعظم قدرت پادشاهی قدر قدرتی رو وابگذاره. هر پادشاه دیگری یا ترور شد یا در تبعید گذر فوت کرد. یعنی این رو وقتی که نگاه میکنید میبینید که این نهاد یه نهاد بحران زده است. وقتی به کل سلطنت نگاه بکنید در جهان، میبینید که از زمان آغاز تجدد قرن 14 برخی ها حتی میگن از زمان مگنا کارتر، یعنی 2 قرن زودتر، نهاد سلطنت در مفهوم سنتیش، یعنی مفهومی که شاه مرکز قدرت ظل الله به نوعی، دچار بحران شده. تنها جاهایی در غرب، این جایی که تجدد آمده سلطنت مونده که پذیرفته به عنوان سمبل کار بکنه، در سیاست دخالتی نکنه، مثل انگلستان، مثل دانمارک، مثل جاهای اسپانیا، به عنوان کارگزار
سیاسی یا محل تصمیم گیری سیاسی با تجدد یه مقداری ناسازگاری اساسی داره. به همین خاطر این دوتا رو که کنار هم میگذارید، به نظر من اگر هم امکان بازگشتی وجود داشته باشه که اون بسته به سلیقه مردم ایرانه، به گمان من صرفاً و صرفاً در شکل انگلیسیش اسپانیاییش ممکنه. این که کسی بتونه برگرده در ایران و نظام مثلا قدرت رضا شاهی رو باز تولید بکنه، زمانش منقضیست. به نظر من کاملا زمانش منقضیست. بینندگان عزیز، فکر میکنم که شما هم، بسیاری از شما با من هم عقیده باشید که دکتر عباس میلانی پژوهشگری است که شیوه تازه‌ای از نگاه تاریخی رو با آثار اخیر خودش پیش چشم ما گذاشته. من تردید ندارم که انتشار چاپ فارسی به زبان فارسی کتاب شاه قوغای عظیم رو برخواهد انگیخت و دکتر عباس میلانی هم منتظر ستایش ها و هم منتظر نقد های حیرت انگیزی در مقابل خودش خواهد بود، چرا که فقط اندکی از ایرانیان دسترسی به این کتاب رو داشتن به زبان انگلیسی و قادر به خوندن کتاب به زبان انگلیسی هستند. به همین جهت از طرف شبکه جهانی اندیشه از دکتر عباس میلانی استدعا و خواهش میکنم علی‌رغم همه اشتغالی که دارند و مشغله‌ای که دارند، بر این شبکه منت بگذارند و برنامه‌ای رو تدارک ببینند که شاید فصل کتاب رو خودشون به طور خلاصه بتوانند در برنامه‌های مجزایی که براشون تدارک تلویزیون جهانی اندیشه آمادگی داره تدارک ببینه، بتوانند عرضه بکنند. همه ما مشتاق هستیم و بسیار کسان بودند که با من تماس گرفتند، مشتاق هستند که زبان ترجمه زبان فارسی کتاب رو داشته باشند. آقای دکتر، فقط یک دو دقیقه وقت داریم، میتونید بگید که چه تاریخی حدس میزنید ممکنه کتاب به زبان فارسی در بیاد؟ من تمام تلاشم این است که در ظرف سه ماه آینده حد اکثر ترجمهش رو تموم کنم. الان حدود یک سومش رو تموم کردم، بیشتر از یک سومش رو تموم کردم و چون دارم سعی میکنم که با دقت ترجمه کنم، به این معنا که مثلا وقتی که سخنرانی شاه رو ترجمه کردم از فارسی به انگلیسی، اون انگلیسی رو به فارسی برنگردونم ترجمه کنم، برم اصل رو پیدا بکنم. یعنی خیلی کار دشواری است که اکثر مترجمه ما در ایران متاسفانه این کار رو نمی کنند و تمام تلاشم این است که بلایی که بر سر کتاب هویدا آمد و بر این کتاب نیاد و اگر جمهوری اسلامی نگذاره که کتاب در ایران ناشر درست حسابی پیدا بکنه، اون وقت حتما از طریق اینترنت یا برنامه های شبیه به برنامه شما متن کاملش رو در اختیار ملت ایران خواهم گذاشت که روایت مصلح شده و تحریف شدهش رو در بازار نیاد و من واقعا از ملت تماشاچیان میخوام که این با نخریدن این کتاب های جعلی و این ترجمه های غیر مجاز، این شیوه که چیزی جز هم تحریف تاریخ و هم دزدی نیست، این رو پایان بدن. خیلی راحت میشه پایانش داد اگر کتابی ترجمه میشه و حق مؤلف رعایت نشده و با توافق مؤلف نبوده، اون کتاب رو به گمان من نباید خرید. آقای شجریان وقتی در استنفورد داشتن برای دریافت جایزه حرف شگفت‌انگیزی زدن، گفتن ما حساب کردیم 7% کل سی‌دی هایی که از آثار ایشون در بازار هست به طور مشروع از طرف ایشون خریداری شده، از روایتی که چیز هست. خب این رو باید هم بایستی متوقف کرد. فیلم ها، کتاب ها، نوار ها، اینها نوعی دزدیه و گام اول دموکراسی، یکی از گام های اول دموکراسی، حق گذاشتن، احترام گذاشتن به حقوق
هنرمندان و فیلمسازان و مؤلفین. و مهمتر از این در رابطه با این اثر به خصوص و کتاب به خصوص این است که متاسفانه اونچه که در ایران اتفاق میفته جعل میکنند، تحریف میکنند و اضافه و کم میکنند که اون به مراتب بدتر از دزدی است. من فکر میکنم 100%. از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتید، در اختیار شبکه جهانی اندیشه گذاشتید، از شما بسیار سپاسگزارم. به امید دیدار مجدد شما و باز هم پای صحبت‌های بسیار آموزنده شما نشستم. خیلی متشکرم، وقت به من دادید.